ما با هم نیستیم. آره نیستیم. پس دیگه کارمون تموم شده. خب راست میگی، تموم شد. تموم شده ره کارمون؟ تموم شد. بس دیگه تموم شد. دست کشیدن از تو برام خیلی سخته. برای منم. دیگه بهتره بریم. دفنه. دفنه. میام عروسی. با یاشیم حرف زدیم. با هم کنار اومدیم. نیازی نیست تشکر کنی یالی. دخترم برای عروسی کم و کسری نداری؟ نه بابا جون، همه چی تمومه. یالین و دفنم امروز اساسی ها رو با هم دیگه چیدن، دستشون درد نکنه. آفرین پسر خودم. آره آفرین به من. هم خونه رو چیدم هم با یه جادوگر جنگیدم. به لطف شما. آی ولی میدونین چیه؟ من میخوام این صورت خوشمزه رو قورتش بدم. قربونت برم من. یاشیم یاشیم اذیت نکن، حوصله ندارم. لطفا یالین. خیلی خوشحالم برگشتی خونه پسرم. بدون تو یه چیزی کم بود. بس کن بابا جون، میخواستم یکم استراحت کنم. کم که نبود، اما خب وقتی آدم عاشق میشه به هر حال نسیم عشقم میوزه دیگه. داداشمون که عاشق شده میره با خودش خلوت میکنه، نسیم عاشقی هم که میوزه. وای اصلا میدونی چیه، من اینو به خدا میخورمش. من اینو میخورمت. وای میشه این یه روز سر عقل بیاد بالاخره ما هم به چشممون ببینیم. وای نه عشقی در کاره، نه نسیمی نه طوفانی. میشه بس کنی؟ این بازیارم دیگه تمومش کن، چون دیگه به درد نمیخوره. بس کن. اسکی اینجوری بخوایم قصه بخوریم دیوونه میشیم. پاشو بریم خونه داداشم. بلند شو دفنه. ها چطوری میتونی؟ چیه چطوری میتونم؟ عشق تو رو نمیبخشه، ترکت میکنه. یه جوری وانمود میکنی که انگار هیچی نشده. آخه چطوری میتونی؟ راستش رو بخوای خیلی هم اینجوری نیست ازگی. راستش منم قصه میخورم. نکن دفنه، میدونم نابود شدی، ولی چطوری میتونی کنار بیای؟ بهم بگو چطوری. یادت میاد دنیز بهت یه حرفی زده بود وقتی با هم مثلا دوست بودین مسخره بازی در میآورد؟ چی گفته بود؟ گفت تو زندگی
هر کسی میتونه از این لحظه های تراژدی باشه. تو زندگیمون تو یه لحظه یه چیزی میشه و همه چی یهو عوض میشه. زندگی از وسط دو نیم میشه. بعضی صفت ها معنیشون رو از دست میدن. هر چیزی که میدونی تو دستت میترکه. آره، دقیقا همینجوری گفته بود. من هر چی که داشتم تو دستم ترکید اسکی. هر روشی که توی زندگیم برای ادامه دادن داشتم، یالینا راز همش رو دستم گذاشت. برای همین با هیچی نمیتونم کنار بیام. فقط تلاش میکنم که فکر نکنم. بس بگو واسمون خراب. به نظر منم برای همین بلند شو بریم خاگینه بخوریم، بذار خانوادمون به همون محبت کنن، یکم به خودمون بیای. پشو بلند شو، بلند شو دیگه دختر، بلند شو، بیا دیگه. ای وای، هنوزم باورم نمیشه که گولتو خورد. ببخشید چی گفتی؟ خیلی دل تنگ شده؟ آره خیلی دلم تنگ شده. بیا حرف نزن. منو ببین، یه بار دیگه میگم پس حواستو جمع کن. اومدم اینجا چون تو درد جدایی میکشی، فهمیدی؟ آره میکروب، آره. هزار بار گفتی نفهمیدم، الان که دوباره گفتی فهمیدم. ممنون، بیا بریم. سلام به همه. ببینید کیو براتون آوردم. سلام. نهیر جان. عزیزم. وای باورم نمیشه عزیزم. بالاخره اومدی، اومدی. آروم باش مفتون خانم. سلام رئیس. دخترم. انگار پیر شدی، احساساتی تر شدی عمو جون. دختر دیوونه. چطوری خرس کوچولو؟ به من نگو خرس فضول خانم. اوه ندیدمت عوض شدی. نه نه، امتیاز خرس گفتن به یکی دیگه داده شده، برای همونه. اوه نکنه قصه ای عشق بزرگه. شت. نمیخوای خوش آمد بگی پرنسس؟ خوش اومدی. دم شما گرم. بسه همینجوری میخواین سر پا بمونین؟ نهیر جونم کلی حرف داره برام. باید حسابی برام تعریف کنی. برو بشین عزیزم، بشینین. داداش جون حساب این کار تو بادم باید به من پس بدی. برو بشین حرف نزن. گوشی اینو که بهش ندادین؟ نه پسرم ندادم. ادریس جان همشو بخور پسرم. باشه مامان بزرگ. نه ادریس جان همشو بخور. نه داداش هیچی، فقط اون مبل مزخرف بنفش رو نتونستیم جایی براش پیدا کنیم. آه اون نگو مزخرف، اون جوزرفینه. اون عزیز خونه ماست. همینجوری نباسه کنارش رد بشینا. ماشین زرفشوی، ماشین لباسشوی، یخچال، ولش کن، همه اینا رو بلکم که جوزرفین داریم دیگه غم نداریم. جون خودم میگم. پولاتو باید عروسی دعوت کنی. ای بابا مام بزرگ ول کن دیگه. مگه من چی گفتم؟ من فقط اینو میدونم که دوتا برادر نباید قهر بمونن، حتی اگر دعوام بکنن کنار هم میمونن، گوشت از ناخون جدا نمیشه. مادر بزرگ درست میگه،
باروچیا دعوا میکنن اما جدا نمیشن. داش، باروچیا جدا نمیشن، اونجا مشکلی نی، ولی اون باس ما دور بمونه. همه تون اکارای اون خوب خبر داری. مگه چی کار کرده؟ حالا هرکی ندونه انگار کاری کرده. آموزور مجبورم نکن دونه دونه همه رو بگم. ای بابا، چون تو خوشت نمیاد اون نباید بیاد خونه خودش، من دلم برای داداشم تنگ شده. بفنه اون دهنتو ببه، مگه نه اصلا مزوها میریزه به همه. زینا جون، مثلا عروسیه اونم خیلی دلش میخواد تو عروسی تو باشه. تو ناسلامتی برادرش یا؟ آه زنده داشت، معلومه که دلش میخواد بیاد عروسی، اما میدونی چرا دلش میخواد بیاد؟ و میخواد عروسی رو بریزه به هم. اینقدر شلوغش نکن دیگه. داداش من شلوغش نمی کنم. اون حق نره پاشو تو عروسی من بذاره. فهمیدی؟ این خوش نرم کسی رو حرفم حرفی بزنه. همینو بس تمام. تموم نشد، پسرم برای عروسی میاد. آها بس دیگه تمام. نهیر عزیزم، چطوری از عروسی خبردار شدی؟ یاشیم بهت گفت؟ آره یاشیم دعوتم کرد، گفت دخترمو بیا، اگه تو نیای من نمیتونم عروسی کنم. مگه نه دخترمو؟ معلومه دخترمو، و اصلا بدون تو که امکان نداره، اونم تو شرایطی که میتونی همه ی توجه رو به خود جلب کنی، بعدشم به خاطر مریضی دچه اوه که تو داری. آی دستم درد نکنه. اون چیه؟ نهیر دخترم، تو مریضی؟ آی یاشیم، این چه مریضیه؟ دچه او، اگه نتونه همه توجه رو به خودش جلب کنه میمیره، لاعلاجم هست. چی شد یاشیم؟ ترسیدی تو عروسی ازت جلو بزنه؟ شما شنیدین چی گفت؟ وای نهیر جون، تو که بخوایم نمیتونی این کارو بکنی عزیزم. مطمئنی؟ میگم چطور تو عروسی لباس سفید بپوشم؟ نمیشه، باید یه لباسی بپوشم که بیشتر توجه رو جلب کنه. نهیر خفه شو، حواست باشه گند نزنی به عروسی ما. برات بد میشه نه؟ چون تو از بچگیت مثل پریه قصه خودتو تو لباس عروس سفید تصور کردی، مگه نه؟ آیش خوب شد موندم، قراره خیلی خوش بگذره. داداش خوب شد اومدیم. جرو بس نکنین دخترها، شماها چرا هیچی نمیگین به این بحث کردن دخترها ها؟ ما سال هست که با اونا سر کله نمیزنیم، مگه نه پسرمو؟ بله دیگه عادت کردیم. اوه خرس کوچولو به من تیک انداخت. گوش کن درد سر، به من نگو خرس کوچولو. اوپس، اون حرف دوست دختر سابقت بود؟ میکروب، یکم نفس بگیر. خیلی خوب باشه. راستش یه چیزی، تو چرا دیروز که اومدی پیشم بیدارم نکردی؟ یا اینکه صبح بدونی که بیدارم کنی فرار کردی رفتی؟ گفتم هر چقدر کمتر در معرض تو باشم همونقدر برام بهتره. نمیگه ترسیدم. میکروب اومدی، میکروبم قراره بری. نظر لطفتونه خرس کوچولو. اوه نباید بگیم خرس، پس باید یه اسم جدید برات پیدا کنم. مثلا میتونی بگی داداش. نه خیلی کسل کننده است، بهتر یه اسم جدید پیدا کنم. باید فکر کنم، و این که تو عروسی قراره چه کارا بکنم به اونم باید فکر کنم. اوپس خیلی ممنون، اینجوری میذاریم درسته؟ بخور دیگه. تو اینه رو درست کردی؟ شب هنه بندون، لیست چیزایی که باید بخری. بازم لیست آخه، بینم این لیست ها قرار نیستن تموم بشن. ساکت، دامان نباید عصبانی بشه، اینو باید خریده بشن. هنه، آجیل، میوه، کیک و یه سری چیزایی دیگه. برو ببینم گل پسر شادی اومده. ما خدافیز. تو آخه چرا من اینقدر احمقم؟ چرا اینقدر احمقم؟ چرا فراریش نمیدید؟ فراریش بده دیگه، چرا با این سر کله میزنی؟ آقا توفتون عقل من. کیک، فلفل، سینی حنا.
عزیزم. لباساتو میذارم اینجا. امشب قبل از زدن حنا باید بپوشی، یادت نره ها. وای این خیلی قشنگه. مفتون جون، تو به خدا یه دونه یا یه دونه. میگم مفتون جون، واسه حنا بندون بهتر نبود یه جایی رو بگیریم ها؟ درسته من گفتم زمان نداریم، ولی میتونستیم یه جایی رو بگیریم. میتونستیم یه جایی رو بگیریم ها؟ ای بابا، بد شد که. دخترمو، حنا بندونو میخوای تو خونه بگیری؟ واقعا از تو انتظار نداشتم. پس کون دبدبه، پس کون همه ادعا. دب دبه. ببین برادر زن، امشب به هیچ کس قول نمیدی، مهمونی خدافظی مجردی داری. بدنیزم خبر بده با هم بیاینا. باشه. باشه. برای من آدرسو بفرست بارو چی؟ باشه باشه، آدرس واسه میفرستم. ردیفه، میبینمت. ای داده بیداد، ای داده بیداد. چی بنویسم برای این دختره؟ آبجی دفنه گفت باید یه آدم مرموز باشی، ولی نگفت آدم مرموز چی مینویسه. اینجوری بشم؟ اینجوری میتونم بنویسم. انگار اینم خیلی مرموز شد. بذار یه خورده کمش کنم. اینم که زیادی شل شد. چی کار کنم؟ اوی! عشق زیبای من چطوری؟ دردهای من یه دریاست. درد عشق کافی نبود، مرموز بودن هم دردسر شد. تو رو فراری بدم، کوه و بیابون رو به آتیش بکشم، نتونستیم به هم برسیم حبیب جان. لعنت به این فضای مجازی. بالا سر تلفن منتظر بود یه شیطون. حلقمو نگه داشتم در میان توری. درد عشق زیاده، اما مرهمی براش نیست. هنوز معلوم نیست کی هستی. میخوای منو فراری بدی؟ اول اسمتو بگو، رسیدم بمونه به کنار. وای من دارم یه جوری میشم. تو نگران اسم منی عشقم. ولی من یه آدم مرموزم حبیبه، نمیتونم به همین راحتی اسمامو بهت بگم. بس دیگه تموم. من تو رو داداش سینا چطوری؟ خوبه ممنون. راستی آدم، امشب میخوایم مهمونی خداحافظ مجردی بگیریم. یه میز کوچولویه، یه خوردم ریخت و پاش. فقط خانواده هستم. تو هم بیا. اوهی، یعنی من خانواده شما شدم؟ Mm-hmm.
بفرمایید آقا طوفان. لیلا بیا اتاقم. گفتن لطفاً خیلی سخته. وقت اینجور حرفا رو نداریم خاتون. داریم خیر سرمون یه شرکت رو میگردونیم. بخوره تو سر طوفان. نفهمیدم چی گفتی؟ چیزی نگفتم. میگم چه خوب که داریم کار میکنیم. چی شده ها؟ از این پرونده ها از هر کدومش 10 تا کپی میگیری، بعدش هم با آدرسای روش ایمیل میکنی. فقط این که کپی ها رو نمیخواد بچسبونی، همشون جدا جدا باشه. با کمال میل آقا طوفان. کجا میری خاتون؟ میرم اتاق. نه اینجا باید کار کنی. آخه چرا؟ چون دلم برا تنگ میشه. منتظر شب بمون. وای چقدر بی وجدانی زن. بیا برو. بیا بیا خاتون بفرما و کارتو شروع کن. زود باش. هر ایمیلی که میفرستی آدرس ایمیل منم اضافه کن. میخوام ببینم برای کی چی رفته. تو کل روزو میخوای همینجوری بشینی اینجا؟ مگه من رئیس نیستم؟ هر جا دلم بخواد همونجا میشینم. این پرونده وزارت حمل و نقل نیست لیلا. خب که چی طوفان؟ اما روش نوشته وزارت حمل و نقل. ای وای کار خدا رو میبینی آخه؟ بله کار خدا رو میبینی؟ اینم پرونده مدیر اسکله نیست لیلا. واقعا؟ خیلی عجیبه. چی کار کنیم؟ هر کاری میخوایی بکن، به من چخه. هر کاری دلت میخواد بکن. آخرشم نتونستم هنر حرف زدن با رئیستو بهت یاد بدم لیلا. ببین طوفان، با همین دستام یه جوری هنرمندانه خفت میکنم. خودتو تو موزه پیدا کنی، فهمیدی؟ هم کارتو درست انجام نمیدی، هم خیلی زبون درازی. دوتا خصوصیتو با هم داری. دارم میترکم.
از دست تو نمیدونم، نمیدونم چی کار کنم. نمیخواد به ترکی خاتون، بیا اینجا ببینم. آره این پرونده ها رو جمع کنی و موقع تازه میترکی. من پرونده جمع نمی کنم توفان. خود دانی لیلا، پس منم اخراجت میکنم. خب میری میشینی تو خونه که اینجوری برای منم خیلی بهتر میشه عزیزم. اینجوری نمیشه. در نهایت بازم منم که دیوونه میشم. بلند شو بعد برخصی. لازم نکرده برو. بابا بلند شو دیگه، یکم میرخصی. واقعا خیلی خوش میگذره. برس آی دفنه، اصلا باورم نمیشه تو هنو بندن خودم دارم میرخصم. آره والا منم باورم نمیشه، اون موقع که انگشتر رو در آوردی منم دیگه امیدم باید از داده بود. آی ننه، از این به بعد هیچ وقت انگشترمو در نمیارم. نهایتش نه که در میارم میذارم تو اتاق بغلی دیگه، همین دیگه. شوخی کردم دختر، برخص بابا. اوه از اینا، از اینا، از اینا این بار. آره حالا خیر باشه مامان بزرگ، از من چشم بر نمی داری. تعجب میکنم، باورم نمیشه دنیز به اون خوبی خواهری مثل تو داشته باشه. خیلی عجیبه برام. چه جالب. تو چقدر پر روی، ازت خوشم اومد. خب تو هم دست کمی از من نداری. من از اول همین جوری بودم، پس خیلی چیز جدیدی نیست. واه واه واه، دلم سوخت برات. بارو بابا، تو هم اصلا کم نمیاری، پیر زن جذاب. برقص برقص. وای ترسوندی منو. خانم دکتر بلند شد دیگه، چرا همینجوری نشستی اینجا؟ نه سلماس جون، من نمیرخصم، اصلا حوصله ندارم. دختر جون معلومه که تو خوب میرخصی. پاشو پاشو. آره خوب میرخصم ولی الان نمیشه، نمیخوام حال خارماهی رو بگیرم، بذار خوش بگذرونه. آخه واسه نشستن که نیومدیم دیگه، بلند شید. بلا به دور فرفری، برو رد کارت. تو پاشو حداقل، جوونی مثلا، بلند شو بلند شو. داری چی کار میکنی؟ باشه فهمیدیم، خیلی خاصی خیلی تکی، ولی تو شب حنابندون همه دخترا میرخصن، بلند شو. تو انگار نمیفهمی، من اینقدر اصل از اون دختره که میشناسی نیستیم. بارو ببینم.
ماشالله یشی، ماشالله دختر. ای دیگه نمیتونم تحمل کنم. خدا رو شکر بالاخره یه عروسی دیدیم. برخشین دخترا، برش بده این کمرو. چطوره؟ خوب قرمیدم؟ دیوانه چه دیوانه، ببیند خوشش آید. خدا رحم کنه، خدا خودش عقل بده به اینا. دخترها چطور شدم، خوبه؟ خیر باشه آراز بزرگ، میخوای نویسنده بشی؟ بله، پیر شدی دیگه گوشاتم نمیشنوه. اوه پیر مرد باهوش، اوف. خیر باشه خانم بزرگ، انگار دلت پره. چون دختر ما رو گرفتی قصه داری؟ اون که آره، خب چون دختر سرتق تو رو گرفتم باید قصه بخورم، ولی مسئله چیز دیگه ایه. نوه کوچیک من پولاد با سینا میونش خوب نیست، گفتم شاید تو عروسی بیاد و یخای بینشون آب بشه. سینا برای عروسیش دعوتش میکنه، اما این سینای لجباز قبول نکرد، گفت نه که نه دعوتش نمی کنم. متاسفانه همینه پنبه خانم، جوونا مثل ما نیستن، همه چی تو زمان ما مونده. اون موقع بود که همه با هم تو عیدا و عروسی هاشتی می کردن. واسه اولین بار یه حرف درست زدی آراز. عروسی ها پس برای چیه؟ برای اینکه قهر و دعوا تموم بشه دیگه. من تسلیم تو نمیشم دختر عصبی. آی خب نشو. نمیشم، من اینجوری خیلی خوبم. به به به، فقط دنیای تو باید قشنگ باشه، دیگران هر اتفاقی هم که براشون بیفته مهم نیست، مگه نه؟ ببین بله جون، مستم، اما اونقدر مست نیستم که نفهمم داری بهم تیکه میندازی، اینو بدون. آفرین به تو دختر جون. بس کن دیگه، ما جدا شدیم، کشش نده. کی از ما حرف زد یلین؟ میدونم ما تموم شدیم. دیگه کی تموم شده؟ یاشیم عزیزم، رویاش تموم شد. دی‌دی‌تی‌وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.